برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود به همه عزیزان، امیدوارم که تندرست باشید و برنامه ای رو که در این لحظه خدمت شما عرضه می کنم درباره چند موضوع مهم مربوط به فرهنگ و جامعه ما هست. نکته اولی که می خواستم در میان بگذارم این هست که همین گونه که شما هم شنیده اید درباره قرآن سوزی، اخیراً خمینی، خامنه‌ای و همچنین سلامی دوباره صحبت کردن و گفتن که برابر این خامنه‌ای خواسته که فردی رو که این کارها رو انجام داده باید به قوه قضایی کشورهای اسلامی سپرده بشه تا به این ترتیب مجازات بشه. و سلامی هم گفته که چنین کارهایی بدون در واقع مجازات نمی ماند و ما در پی این خواهیم بود که این فرد رو بگیریم و مجازات کنیم. به یک معنای دیگری این گفته ها به این ترتیب هست که این فرد باید اعدام شود، باید بمیرد، باید در واقع کشته بشه، چرا که بر پایه همون مدلی که خمینی داده بود مسئله فتوا و فتوا هم به این ترتیب که یک آیت الله بزرگ شیعه اعلام می کند که کسی باید بمیرد و از اونجایی که او نماینده الله و امام هست بنابراین حکمش باید اجرا بشود، یعنی حکم آدم کشی باید اجرا بشود. این از ویژگی های اسلام و از جمله اسلام شیعه هست که به اصطلاح هنر خود شد در آدم کشی میخواهد نشان بدهد که تمام شگرت هایی که به کار میبرن برای نابودی دیگران، برای نابودی مخالفین، برای از بین بردن کسانی که به اندیشه و آزادی فکر میکنند. خب با توجه به این امر خب تمام نیروهای خود رو بسیج میکنن تا چنانچه در واقع این فرد به سیستم های قضایی کشورهای اسلامی به اصطلاح تحویل داده نشود احتمالاً خود اونها این فرد رو در واقع بکشن. چند نکته مهم در این زمینه هست. نکته اول این است که اگر چنین ماجرایی صورت بگیره این بنابراین برپایی خشونت ذاتی در درون اسلام و شیعه‌گری هست که انسانها رو میخواهد بکشن، چرا که فرد مخالف رو تحمل نمی کند. دومین نکته این استش که یک بار دیگر در جهان غرب چهره ایران عزیز ما در واقع کدر می شود و با امر تروریسم دوباره در ذهنها جلوه‌گری پیدا می کند و این برای فرهنگ و تاریخ ما پیوسته یک پدیده زشت بوده و این بار هم نیز ادامه همین خطی هستش جمهوری اسلامی در پی گرفته. سومین نکته این هستش که اگر چنانچه این خط یعنی این اقدام توسط جمهوری اسلامی صورت بگیره همون گونه که در حال حاضر هم نشان داده فشاری میخواد به وجود بیاره روی کلیه کشورهای جهان غرب و اینکه این جهان غرب و از جمله سوئد اینها کشورهایی هستند که در واقع با افراد ضد اسلام وحدت دارن و به این ترتیب یک فضای قوی ضد در واقع غربی ضد آزادی های بیان به این ترتیب میخواهد بپا بکند. و نکته بعدی هم باز در این ارتباط هست که به هر حال تمام کشورهای غربی و از جمله روشنفکران این کشورها چه خواهند کرد؟ خب روشن است که این کار رو یعنی اقدام به کشتار و آدمکشی رو محکوم خواهند کرد، هرچند که ممکنه نسبت به روشی که اتخاذ شده توسط این فرد
مورد تایید قرار نباشه، بلکه اینکه به خاطر سوزاندن یک کتاب یک فردی رو جانش رو بگیرید، این نمیتواند خوانایی با اصل حقوق بشر داشته باشد. حال با توجه به این نکاتی که خدمتون عرض کردم، این در چارچوب فرضیه‌ای قرار میگیرد که بسا این فرد که البته ما نمیشناسیم این فرد رو، سابقه این رو نمیدانیم، ولی به هر حال اگر چنانچه فرد مستقلی باشه به دنبال اعتراض شخصی خودش این کار رو کرده، من از این زاویه در واقع به هیچ وجه به محکومیت فرد نمیپردازم. من خودم مخالف در واقع شیوه های این گونه هستم. من طرفدار مبارزه فکری، طرفدار استدلال و در واقع تمام ابزار مبارزه فکری من کتاب، اندیشه، مقاله و در واقع مبارزه فرهنگی است. و در مورد اسلام ما بسیار بسیار چیزهای گسترده داریم که بگوییم و افشاش بکنیم. منتهای مراتب همیشه باید سلیقه های دیگر رو هم در نظر گرفت و همون گونه که در پیش گفتم، چه بسا خاطرتون هست که میگفتن که جمهوری اسلامی در و یا اسلامگرایان مخالفت کردن با فکاهی شارلی ابدو و به این ترتیب یک در واقع تظاهراتی که اون پشت اونها حکومت ها و از جمله جمهوری اسلامی بود به پا کردن که بلمشوروایی رو به این ترتیب ساماندهی بکنن و در واقع یک استراتژی منیپولاسیون بود. حال با توجه به این امر، ببینید عزیزان، این بنابراین این اقدام مورد سلیقه من نیست، ولیکن به هر حال اقدام های گوناگون، شیوه های گوناگون رو کسانی که مخالف هستن میتوانن انجام بدن. من یک به اصطلاح اتوریته مذهبی یا سیاسی نیستم که بخواهم درس اخلاق بدهم یا حکم قانونی اعلام بکنم که بکنید این کار رو یا نکنید. افراد انجام میدن، من میپسندم یا نمیپسندم، ولی به یک اصل وفادارم و همانا آزادی اندیشه و از جمله آزادی در هنر و همچنین آزادی فوکایستای شارلی ابدو که حق داشتند که بگویند و بنویسند و مسخره بکنند پیغمبر اسلام رو و غیر و غیره. البته یک ایده دیگه هم از جانب برخی بر حال روشنفکر ایرانی مطرح شده که بله، اگر چنین امری، یعنی مسئله آتش زدن قرآن، منجر به تحریک در واقع افراد فناتیک میشه و بنابراین نباید این کار رو کرد و حتی گفته شد اشخاصی مانند آقای سرکوهی که این امر غیر اخلاقی است، که نظر ایشون رو من به هیچ وجه قبول ندارم، به خاطر اینکه این نظر در واقع نقطه نظری کاملا عقبگرا هست و به اصل آزادی اندیشه توجه ندارد و اینکه ما مورد پسندمون نیست الزاما نباید در واقع محکوم بکنیم. ولی به هر حال اندیشگران بزرگ مانند کانت و مولیر و ولتر و دیدرو و غیر و غیره، اینها در حوزه نظریات به نقد میکشیدن و انتقاد میکردن و کار خیلی خوبی هم میکردن و در طول تاریخ نیز فکاهی، نقاشی، هنر، عرضم حضور شما که فیلم، تئاتر، همه اینها میتواند و باید آزاد باشد تا انسانها در برابر هر ایدولوژی، هر دین و هر استبدادی در واقع تمام قدرت خود رو به کار ببرند. و اینکه توده های عقب مونده همیشه هستن، همیشه هستن، ولی ما خودمون رو بر پایه عقل محدود توده های عقب مونده تنظیم نمی کنیم. ما به این سطح در واقع سقوط نمی کنیم. ما میگوییم و برابری اونها هستن که باید روش کنن، اونها هستن که باید شعور پیدا بکنن. اونهایی که بیشعور و نادان هستن در ذهن عملا در خدمت منیپولاسیون شبکه ها و قدرت های دولتی قرار میگیرن. خب این نکاتی بود که در این زمینه میخواستم مطرح بکنم، ولی یک عرضم حضورتون که نکته دیگر رو اضافه میکنم در ارتباط با مسئله قرآن سوزی. من همونطور که در صحبتم الان گفتم، برحال من نمیدونم این فردی که این کار رو انجام داده دقیقا چه به اصطلاح شناسنامه‌ای دارد. بالاخره آدم هایی که این کار رو میکنن حداقل اطرافیانشون، اون محله، اون شهر، آدم هایی که
به حال باش در ارتباط هستن میدانه که چه کسی هستش. خب ما این اطلاعات رو باید داشته باشیم، ولی عزیزان همیشه این رو هم باید در نظر داشته باشیم و از خودمون سوال بکنیم چرا جمهوری اسلامی به شکل سازماندهی شده و این رو داره ازش بهره برداری میکنه و اینجا یک واقعا فرضیه هست، هیچ گونه اطلاعات دقیقی نیست، یک فرضیه هست که به فرض آیا جمهوری اسلامی میتواند چنین صحنه ای رو نیز در واقع ساماندهی بکنه. برای چی؟ برای در واقع جدال جهانیش، برای اینکه میخواهد احتمالاً به فرض عقب نشینی بکنه در برابر غرب و آوانسایی رو به اونها بده. برای چی؟ برای اینکه در واقع خط گم کنه. برای چی؟ برای اینکه بتواند توی توده ها تأثیر بذاره و اونها رو فریب بده و دلایل گوناگون. پس آیا جمهوری اسلامی میتواند در واقع سامانده یک چنین اقدامی باشد؟ به خصوص که ما شنیدیم که این در گذشته در چند به هر حال روز پیش که این فرد از جمله از افرادی بودی که در درون حشد و شعبی به نحوی فعالیت یا در ارتباط با آنها بوده، من نمیدانم، ولی به هر حال خودش در ضمن غیر مسلمان بوده ولی که با آنها همکاری میکرده، یه همچین مفاهیم رو مطرح شد. حالا به هر حال فقط این نکته رو میخواستم بیان بکنم که این رو هم در نظر داشته باشیم به عنوان یک فرضیه که آیا جمهوری اسلامی احتمال داره که پشت این قضیه باشه به لحاظ تمام اهدافش، که اگر باشد که در این حالت برابرین ما هوشیار باید باشیم و در واقع اون چیزی رو که اون میخواهد که همه بسیج بشن و این اقدام رو محکوم بکنن و به یک نوعی حمایت از مسلمانان قربانی شده به اصطلاح به دست بیاره جمهوری اسلامی و غیر و غیره، این هوشمندی رو ما باید داشته باشیم. ولی به هر حال اینکه رژیم هم حتی پشت این باشد، این اصل قضیه که به هر حال این رو به عنوان یک استراتژی منیپولاسیون جمهوری اسلامی در نظر بگیریم و دنبال روی از جمهوری اسلامی نکنیم، ولی در این حال به هر حال این جنبه رو تا اینکه قطعیت پیدا بکنه ما یه علامت سوالی میتونیم در کنارش باقی بگذاریم که ببینیم که احتمال داره به اصطلاح شناسنامه ایشون دقیقتر و روشنتر میشه و یا احتمالاً ماجرایی در پشت این به اصطلاح اقدام وجود دارد. پس به هر حال بنابراین با توجه به اینکه ما در انتظار خواهیم بود، یک نکته رو دوباره تکرار میکنم عزیزان، اصل برای ما امر مبارزه فکری، مبارزه ضد دین، مبارزه و یا حتی واژه ستیز، بله حق دارن ایرانی ها و هر جای دیگری که علیه این نظام اسلامی حتی ستیز، منتها ستیز به معنای نظامیش نیست، ستیز فرهنگی، ستیز سیاسی، ستیزی به این معنای که یک مبارزه رادیکال صورت میگیرد، به این معنا. هیچ ایرادی هم نداره، زیرا اسلامگرایان پیوسته میخوان بگویند که بله شما میگویید ستیز و واژه ستیز خیلی بد است و بنابراین ستیز علیه به اصطلاح دین ستیزی رو میگن. نخ، اینها همه حربه های اسلامگرایان هستش عزیزان، نترسید و بنابراین بگویید، انتقاد میکنید، بگویید نقد میکنید، بگویید مبارزه میکنید، بگویید به شکل رادیکال علیه اسلام مبارزه میکنید، بگویید حتی که ستیز فکری میکنید. خب اینها واژه هایی هستش که به شما برمیگرده که چجوری محتواشو تعریف بکنید. به هر حال در این زمینه حق همه هست که این مبارزه رو ادامه بدن و شیوه ها هم متفاوت هستش و من به عنوان نمونه در ارتباط با شارلی ابدو که پیوسته حامی اون بودم، خب عملا ابزار اونها چیز فکاهی است. فکاهی ها رو یک سری هم دوست ندارن، ولی علاقه دوست داشته باشه یا نه نقاش چنین میکشد و دستش درد نکنه، به خاطر اینکه در ذهن ما باید تابوها رو در واقع بشکنیم و از جمله آنچه که مربوط به اسلام هست، یعنی قرآن، رسول، امام ها، آیت الله ها و نمیدونم به فقه و غیره، همه اینا جنبه مقدس داره و همه اینها رو باید به دور افکند، همه اینها رو باید به دور افکند. این نکته اول. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم، اتفاقا به نفعی در این بحثم
به اصطلاح موضوعش مطرح شد و اونی که قرآن چه نوع کتابی هست؟ عزیزان، قرآن کتابی است که میگویند مقدس، ولی هیچ گونه تقدسی وجود ندارد. اونها میگویند مقدس که بخواهند در واقع شامورتی بازی بکنند و سحر و جادو بکنه که من و شما رو تحت تاثیر قرار بدهند، بگویند که مقدسه. چرا مقدسه؟ برای اینکه از آسمان آمده. کدوم آسمان؟ آسمان الله. خب این آسمان الله کدام است و خود الله چیست؟ خود الله یه بت بوده، خود الله در واقع در به اصطلاح یک ابژه بوده، وسیله بوده و هیچ گونه ارزشی برای ما نداره. آمد در درون قرآن و تبدیل به الله، تبدیل به الله قهار و رفت به آسمان ها و اون بالاها ظاهرا داره همه چیز رو میپاید. خب بنابراین افسانه سازی و بیان نادانی انسان هست وقتی به الله اعتقاد داشته باشد. و بنابراین کتاب الله که بشود چی؟ که بشود قرآن. و اساسا دانشمندان گوناگون در این زمینه نشون دادن که خود قرآن که مجموعه ای از نوشته های گنگ، پاره پاره شده، جور جور شده و بی سر و ته حتی، و مجموعه ای از تیکه پاره های داستان هایی که کنار هم چیده شده، یک سوره در واقع دو تا خطه، یک سوره در عرضم حضورتون که 400 به اصطلاح آیه هستش. و بنابراین معنای یعنی چرا اینطوری هستش؟ برای چی؟ یه واژه میاد میگن علم، و وقتی میگن علم یعنی این که میگوین معجزه است. عجب. یا مثلا در سوره اول که برای نماز هم میخوانند و الحمدلله رب العالمین غیر ذلک، و در اونجا باز ما میبینیم که داره ستایش در این در واقع خدا نیست که یا الله نیست که داره حرف میزنه، یک کسی در ارتباط با الله داره چیکار میکنه؟ داره در واقع راز و نیاز میکنه، داره خواستای خودش رو داره مطرح میکنه و به این ترتیب معلوم نیست که این حرف الله یا حرف محمده، و گاهی دوتایشون میان حرف میزنن. پس این بیان تناقضات این هستش. من این رو در از جمله کتاب خودم تحت عنوان عرضم حضورتون که در عنوان بررسی تاریخی هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن که حدود 400 صفحه هستش، همه این نکات رو در اونجا توضیح دادم. بنابراین عزیزان میتوانن این کتاب رو گیر بیارن و مورد مطالعه قرار بدن. ولی به هر حال یکی از ویژگی های قرآن خشونت فراوان. من همه جنبه ها رو نمیخوام در اینجا مطلب بکنم، ولی که یکی از ویژگی های قرآن خشونت. بنابر ارزیابی من در درون این قرآن که 6300-400، حالا بستگی داری چجوری شمارش بکنی، یکی به پس نمیشه علم میگه که خب این خودش یه آیه هستش، برای یه سری دیگه اصلا بیمایه هستش، اصلا بنا ندارد. نه، ولی به هر حال 6300 تا حداقل نزدیک به 1000 آیه در راستای خشونت، در تمجید از خشونت به شکل‌های مختلف، خشونت به شکل جنگ، خشونت به شکل در واقع به جهنم فرستادن، خشونت به شکل در کشتن، خشونت به شکل ضدیت و تنبیه زنان، خشونت به شکل ضدیت با کفار و با یهودیان و غیر و غیره. حدود 1000 مورد در درون قرآن خشونت. حالا اسلامگرایان میآیند و میگویند بله 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 این قرآن پر از در واقع صلح، دین اسلام دین صلح، اینها همه مزخرفه، چنین چیزی واقعیت نداره که. و ما میدانیم که به هر حال این گونه مزخرفات در واقع از نظر افراد علمی و فرهیخته و کسانی که در این زمینه تحقیق کردن کارساز دیگه نیست، فقط برای کسانی که نادان هستند یا فاقد شک هستند اونها میتوانند. و اون هم در این دنیا دیگه، دنیایی که بیش از پیش ابهت این دین داره فرو میریزه، دیگه چنین گفتمانهایی تأثیر چندانی نداره. خب فقط یکی دو مورد خدمتون عرض بکنم. از میان آیه های جنایی، یعنی یه بخشی هستش که بهش میگن آیه های جنایی، قرآن سوره التوبه آیه 123
یا ایها الذین و آمنو و غیره، ای کسانی که ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند، و بدانید که خدا خداوند با پرهیزکاران است. این برابرین آیه 123 هستش. شما نگاه کنید این آیه، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی طرفدارای خود الله و محمد رو داره میگه، یعنی کسانی که تبدیل به عبد شدن، تبدیل به برده الله شدن. کافرانی که نزد شما شمایند، یعنی اطرافتون کافرهایی هستن. کافر یعنی چی؟ یعنی بدون دین. کافر یعنی چی؟ یعنی بدون دین الله. کافر یعنی چی؟ کسی که در واقع تردید داره و قبول نداره. کافر یعنی چی؟ مخالفین محمد. همه این چیزا درست عزیزان من، برای که در خود قرآن هم به گرایش های گوناگون، افراد گوناگون کافر رو میبنده. و وقتی که کافر رو میبنده، یعنی این که حتما این جاش توی کجاست؟ جهنمه. جهنمه در چه موقعی؟ پس از این دنیا، در آخرت. یعنی آخرت که خود الله نشسته، اینا رو میندازه توی چی دیگه؟ جهنم. خب به این ترتیب میگوید، ای کسانی که ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند، یعنی بس ببین جاسوسی بکن، کسانی که به محمد و الله اعتقادی ندارند و قرآن رو دوست ندارند و اینا را، اینا کافرانند. کافرانی که نزد شما هستند، چه بسا در خانه شما باشند، چه بسا در دوستان شما باشند، در کشور شما باشند، چکارشون بکنید؟ بکشید. وقتی که این مطالب رو برای اسلام گرایان میگی، میگن چگونه مثلا؟ نه، تفسیر شما نمیفهمید. تفسیر اومده در قرآن، اومده میگه بکشید، قاتلو. اگر چنانچه الکفار باشید. خب بنابراین میگه بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند، تا بفهمن که تو یه گردن کلفت هستی، تا بفهمن که تو طرفدار علی و محمد و غیر و ذالک هستی و در واقع مانند جاهل ها هستی، مانند یک آدم کش واقعی هستی. بنابراین تا در شما درشتی و شدت را بیابند. درشتی و شدت را بیابند و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است. این همه داره میگه بکشید، کافر رو باید بکشید، بعد میگه که بدانید که خدا، یعنی همون الله منظورمه، یعنی اینجا در همیشه واژه الله رو در واقع باید به کار برد، برای که واژه خدا برابر الله نیست و این الله بسیار بیرحم و ستمگره. بنابراین در ترجمه‌ای که به فارسی هست معمولا آوردن خدا، خداوند. نه، فرق داره. خدایی که در درون اهورام، به سر در اهورامزدا و در درون ارزم حضورتون که گات ها هستش، خیلی فرق میکنه با این الله. این الله با خدایان هندویست خیلی فرق میکنه. این الله با الله به اصطلاح خدای مسیح خیلی فرق میکنه، به خاطر اینکه در واقع جلاد این خدا، این الله جلاده، الله جلاده. پس بنابراین توجه فرمودید که از این گونه آیه ها به شکل‌های مختلف زیاد هستش. البته اسلام گرایان میگن که نه خیر، اجازه بدید اگر گفته کشته بشود کسی، به خاطری که در جنگ بوده و جنگ هم دیگران شروع کردن و برابری این منبد هم گفته که خب حالا اینا رو بگیریم و بکشیم. حالا وقتی من دارم غلبه پیدا کنم، در واقع اون اسرا رو باید کشت. و حالا شما نگاه بکنید در کجای جهان امروز در واقع این خانایی دارد، و حتی با همون دوران گذشته هم، کوروش که به کشورگشایی پرداخت آدم کشی نکرد،
در 2500 سال پیش. ولی محمد 1400 سال پیش حجاز و قبیله‌ای میکشد و اسلامگرایان میگن شما نمیفهمید، این کشتن کشتن نیست، یه چیز دیگه ای هست. خب اجازه بدید یه دونه دیگه هم براتون بخونم، یه آیه دیگه هم براتون بخونم، و اون آیه هستش که در سوره محمد هست. البته در آیه های گوناگون از آیه مربوط به نسا گرفته، به بقره گرفته، هر آیه رو که میخوانید درش خشونت یک ثوابه، کشتن، به جهنم انداختن، فلان بساینا. مثلا این هستش که اون کسانی که به جهنم میرن بعدن، خب اون خود اون الله اونا رو در اونجا میکشه، ولی این الله در همین زمان، در همین روی زمین هم از اونجایی که میگوید من همه جا هستم، اونم باز هدایت میکنه که همه جا هم دخل آدم ها رو بیارن، و زمانی که در واقع خوشش میاد، به موقعش رسیده، به تمام تروریست های اسلامی میگه اره حرکت بکنید و آدم ها رو بکشید. یعنی برای بنابراین این الله همینجا دوست داره خون ریزی بکنه، هم کجا؟ در آخرت. آخرتی که وجود نداره البته، ولی که خب به هر حال این الله چنین حرف میزنه دیگه. و این الله بیان این هستش که یه آدمکش واقعی هست. اینجا که در برید به اصطلاح در آخرت گیر میافتید. بله. حالا قرآن در سوره محمد آیه 4 چه میگوید؟ جمله عربی فعضا شروع میشه و بعد میگه چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید، چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید. سخت ببندید، اسیرشون بکنید و با تناب یا هر چیزی ازش ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه، تا آنگاه که جنگ به پایان آید. یعنی بنابراین در یه شرایط جنگی هم هست که محمدیان علیه مخالفین که اون میگوید اینها کافر هستن و چه بسا متعلق به دینهای دیگه بودن، بنابراین میگه تا آنگاه که به جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا، خود الله. و اگر الله میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شما را به یکدیگر بیازماید. یعنی اگر الله میخواست از همون ابتدا همه اینا رو میکشت، حالا شما رو داره میازماید که چی؟ که شما رو در واقع کارآموزی بده که شما تبدیل به آدمکش بشید. و آنان که راه خدا در راه خدا کشته شدند، اعمالشان را باطل نمی کنند و غیره. خب پس بنابراین اینجا به ظاهر در یک شرایط جنگی هستش، شرایط جنگی باشه، یعنی تمام قبایل گوناگون یکی علیه دیگری می جنگیده برای این چفاول بکنه، و محمد هم بخشی از در واقع خاندان قریش هست که حتی با خود افراد قریش هم در جنگ بوده، ثروت های اونا رو می خواسته بدزده و همچنین ثروت های قوم یهود رو و دیگران رو، و پیوسته در حال چی بوده؟ کاروان دزدی کاروان ها بوده. این محمد دزدی کاروانی حرفش بوده. شغلتون چیه؟ دزد کاروانه. شغل چیه؟ آدم کشی میکنم. شغل چیه؟ میاندازه میتونون توی چی؟ جهنم. اینها شغل های پیامبر اسلام هست. پس ببینید که میگه گردنشون رو بزنید. حالا حتی جنگ هم هست، اونا هم یه مقدار کوتاه آمدن، برای که اینجا اشاره به این هستش که بنابراین آنگاه یا به منت مثلا اگر آزادشون بکنی و در این تا آنگاه که جنگ به پایان آید چیکار کنید؟ حالا میگه که اینها رو که کنارشون هستید، روبروتون هستن، گردنشون رو بزنید. این همون که شمشیر ذوالفقار علی بود و یا شمشیر محمد بود،
سر این آدم ها رو باید زد. بعد اینا میشن افراد مقدس برای ایرانیان، برای مسلمین. آی مسلمین ایرانی، این گونه باورها زشته. شما متمدن نیستید اگر به چنین چیزهایی رو باور دارید. نگوید بله بله پیامبر اسلام، پیامبر اسلام یا غیر اسلام، این پیامبر یک قاتل است. خب بنابراین دوستان عزیز میدانید، و این نکته را بگویم در این زمینه و پایان بدم، یکی از در واقع جنایات بزرگ بزرگ خود محمد و علی ابن ابی طالب ماجرای قریظه هستش. قریظه چی بودش؟ یه قوم یهودی بود که به ریاست کعب بود، و اینها در واقع کسانی بودن که اعرابی بودن که در گذشته به یهودیت گرویده بودن، به طرف های یثرب یعنی مدینه و این حرفا زندگی میکردن. محمد پیوسته در جستجوی این بود که چپاول کنه، غارت بکنه، و در این ماجره ها از جمله جنگ هایی که به هر حال او انجام داده، یکی جنگ بدر، یکی احد، و جنگ خندق هست با غیر ازاله. در این جنگ ها از جمله کسانی که در مقابلش قرار داشتن ابو سفیان بود، و ابو سفیان در واقع از مخالفین محمد بود. یهودیا که در یک جدالی برحال قرار گرفته بودن و قبلا به محمد گفته بودن ما کنار تو هستیم، ولی که وقتی که با ابو سفیان وارد مذاکره شدن، بنابراین با ابو سفیان نزدیک شدن و به محمد در واقع پشت کردن، گفتن نه. به دنبال این خلاصه جنگی که انجام پذیرفت، این جنگ منجر به این شد که محمد پیروز بشه و ابو سفیان شکست بخوره، و همچنین در این شکست یهودیان که با او بودند بنابراین اون جزء شکست خوردگان بودند. محمد دید این اوضاع خیلی جالبه و مناسبه براش. چیکار کرد؟ گفتش که غیر از بچه ها و زن ها رو که به اسیری میگیریم، افراد مرد رو همه رو باید قتال کرد، و چیار کرد؟ و اینها رو به راحتی باید کشت. اینها به ما وفا نکردن. حالا ببینید زمان جنگ، اونها در واقع شکست خود رو پذیرفتن، ولی محمد میگه که از اونجایی که کینه ای هست، مثل خمینی و مثل خامنه‌ای، اینها از یک در واقع کاتگوری هستن. بعدی میگه که دست به کار شد، یارانشون این افراد رو می آوردن جلوی اینها، و علی شمشیر زن کله ها رو می برید. بر اساس منابع گوناگون تعداد این یهودی ها رو که کشت، یعنی کشت که سر برید، رقمی که داده شده از 500 نفر تا 900 نفر هست، و منابع خود منابع اسلامی هم هستش، خود منابع اسلامی هستش. بنابراین ببینید عزیزان، این حالا مثلا اسلامگرایان اولی که میگفتن که بله خوبه، و از جمله خمینی در یکی از صحبتهاش میگه که ماننده پیامبر اسلام باید رفتار کنی، آدم ها رو بزنید لبه جوب همینطور ببرید. این در یکی از سخنرانیاش گفته بود. سید محمد حسین طباطبایی، اونایی که بهش میگن فیلسوف و این حرفا، موافق بوده و میگوید داره در تفسیری که میکنه میگوید دیگه تردیدی جایز نبود و جهاد بود، باید آدم ها رو میکشتیم. در کجا؟ در تفسیر المیزان. به هر حال با توجه به آنچه که خدمتون عرض کردم، یک لکه ننگ بزرگ ضد بشری است که به این ترتیب توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب صورت میگیره، و بنابراین امروز اسلامگرایان در واقع گاهی اوقات میشه می خجالت میکشن، ولی در دل اونها چیزی که روشن و روشن هست همینه که محمد و
علی حق داشتن یهودی ها رو بکشن. دین اسلام یک دین ضد یهوده. در این حالی که میگه یهود کتاب که دارای کتاب هستن، بلکه در قرآن یه جاهایی به اونها نزدیک میشه و یه جاهایی شدیداً اونها رو دیگر به عنوان کافر میشناسه و تمام ماجرایی هم که در واقع اسلامگرایان علیه اسرائیل دارن از زاویه ضد یهودی دارند. و همچنین بخشی از روشنفکران ما، اونا خیلی علیه اسرائیل میزنن. به خاطر چی؟ به خاطری که مشترک بودن با فلسطینی ها و نمیدونم خود برخی عرب ها و خود در واقع آخوندهای ایرانی، و اینها وفادار هستن و در واقع وقتی که علیه اسرائیل صحبت میکنن در واقع جنبه ضد یهودی اونها هست که داره حرف میزنه و عمل میکنه. عزیزان، مردمان یهود در گذشته مانند دیگران بودن، دارای خودشون یک دین داشتند که دین یهود بود و برها ما میدونیم در این دین نیز خشونت بوده است، ولی در حال در ارتباط با تمام قبایلی که بوده و غیر و غیره، و این ماجرا به همه قبیله ها و به اصطلاح گرایش دیگه در این بخش از خاورمیانه عملا به اونها اقوام ساکن این منطقه بودند. خب عزیزان، بنابراین یادمون باشه که وقتی میگیم در قرآن خشونته، در قرآن خشونت به شکل آیه هستش و این خشونت به شکل جنگ های محمد علیه دیگران هستش و پس از اون زمان چهار خلیفه حمله به ایران زمین و کشورهای دیگر هستش و همچنین تا برسیم به کجا؟ برسیم به در واقع انقلاب شوم 57 و تمام کشتارهایی که اسلامگرایان کردن و همچنین داعش و همچنین تمام جریانات تروریستی، همه اکثر اونها اسلامگرا هستند. اسلامگرا چرا؟ به خاطر اینکه رابطه ای با چی داره؟ با قرآنشون رابطه داره. قرآن البته هستن تعداد بسیار زیادی از انسانهایی که مسلمان هستن و هیچ ارتباطی با این آیه های جنایی ندارن. اونا میگین چه دینی داری؟ میگم مسلمانی. ولی بسیار انسانهای شریف و به اصطلاح به طرفدار صلح هستن. چرا؟ به خاطر که اونها اساسا این به اصطلاح آیه ها رو نمیپسندن و اصلا چه بسا ندانند و میگویند که بله مثلا داعش تفسیر خودش میاره یا خمینی خامنه‌ای تفسیر خود. نخیر، اونها تفسیری ندارن، اونها از قرآن گرفتن میارن. میگن بنابراین اقدام ما اقدام ثواب است. پس در این مورد هم نتیجه گیری میکنیم که چی؟ که قرآن در واقع یک کلام خشن است. قرآن یک کلام دروغ است. قرآن یک کلام تبعیض است. قرآن یک کلام ضد زن هست. قرآن یک کلام ضد دیگر باشان هست. بنابراین آیه های جنایی در درون قرآن فراوانن. عزیزان من، وای بر کسی که کماکان بگوید که طرفدار قرآن هست. او یا نادان هست یا طرفدار اسلامگرایان خنجر به دست و شمشیر به دست و تفنگ به دست برای کشتن. امروز دیگر گذشت. اگر افراد ساده‌لوحی بودن 50 سال پیش 40 سال پیش، امروز دیگر گذشت. امروز شما یا کنار اسلام هستید و بنابراین کنار ظلم هستید، کنار خشونت هستید، یا در برابر اسلام هستید. برای چی؟ برای انسان بودن، برای آزاد بودن، برای شرافت انسانی. یا این یا اون، انتخاب بکنید. خب این هم نکته که میخواستم با شما در میان بذارم. یک مطلب دیگری عزیزان، راجع به انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب مهسا،
واژه‌هایی که ما می‌توانیم به کار ببریم برای این انقلاب، من از همان ابتدا حسم و درکم و استدلالم بر این بود که این انقلاب چیست؟ این انقلاب یک انقلاب سیاسی برای عملاً ساقط کردن جمهوری اسلامی هستش. دو، یک انقلاب در واقع مربوط به چی؟ با تمایلات زنانه، با گرایش زنانه هست. و برخی از ایرانی ها خوششون نمیاد وقتی میگیم گرایش زنانه، میگن که نه همه هستن. بله همه هستن، ولی توجه کنید قدرت خواندن این انقلاب رو داشته باشید. بنابراین انقلاب با گرایش زنانه. سه، این انقلاب انقلابی با گرایش لایکه. لایکه یعنی نمیخواهد در چارچوب اسلام زندگی سیاسی مدیریت بشه، مخالف حضور دین در درون نظام سیاسی و همچنین مخالف حضور دین در نظام آموزشی هستند. پس بنابراین این انقلاب در ضمن لایک است. این انقلاب یک ویژگی دیگری هم دارد. خاطرتون هست در طول این حدود 10 ماهی که گذشت، جنبش ایران در ایران، جنبش های گوناگون در استان های مختلف ناموزون بودن، یعنی یه جا بیشتر بود یه جا کمتر بود و غیر و غیره، درست؟ ولی همه اون روستاها و شهرها و شهرستانها و استانهایی که به درون این مبارزه آمدن، همشون صدای واحدی داشتن. از سنندج تا زاهدان، تا تهران، تا رشت، تا تبریز، سقز، قم، مشهد، اهواز، چاهبهار، صدای مشترکی داشتن. یعنی یکی این که جنبش همه بخشای جامعه رو در بر گرفت و محتوای شعارهایی که مطرح میکرد در جای دیگه بازتاب پیدا میکرد و اونا هم همون شعار رو میدادن و از جمله میگفتن که از زاهدان تا تهران یا از کردستان تا بلوچستان، همینا پیام ها کدی کدی هستش که چجوری این انقلاب کنار هم قرار گرفتن. دارم چی رو میگم در اینجا؟ یک ویژگی دیگری که این انقلاب انقلاب ملی است، نه تنها در جغرافیای ایران اتفاق میفته، نه تنها تمام شهرها و روستاها و شهرستانها هم نوا هستند، همون شعارها رو مطرح میکنند، و در ضمن عزیزان چرا انقلاب ملی است؟ برای منافع و مصالح کشور ما، میهن ما به پا خواسته. جمهوری اسلامی یک نظام اهریمنی و در واقع مستعمراتی برای بنی هاشم داره کار میکنه، برای رانتای کلان آخوندها داره کار میکنه، نه مصالح ملی. این انقلاب نگاهش به کلیت و مصالح ایرانه و به این ترتیب هست که ما باید دقت بکنیم این واژه ملی و از جمله دکتر جواد طباطبایی این مطلب رو نیز مطرح میکنه که میگوید در واقع در انقلاب مشروطه انقلاب ملی بود ولی خب به سرانجام نرسید، ولی انقلاب 57 انقلاب ملی نیست، انقلاب امتی هست و این انقلاب انقلاب ملی است و او درست میگوید. پس بنابراین عزیزان این انقلاب آزادی اگر میخواد، استقلال اگر میخواد، برای یک بخشی از جامعه نیست و نشون داد اونایی که پانترکیست و پانکردیزم و غیره غیره هستن و سعی میکردن سوء استفاده بکنن و عمده اینایی هم که بالنگوها بودن در خارج از کشور بودن، در داخل ایران
ما چنین صداهایی رو نشنیدیم، بیشتر همگرایی ها رو دیدیم و همشارهای مشترک رو شنیدیم. بنابراین این گونه کارزارهایی که در خارج از کشور بود و پشت برخی هم برخی قدرت‌های منطقی و جاسوسی غیرزالیک بودن و بخشی حتی از خود رژیم بود که ایجاد تفرقه میکنه، بنابراین عملا بیان شکست این شعار بود. پس اون چه که مهم هست اینه که تأکید بکنیم انقلاب انقلابی ملی هست و ما باید ادامه بدیم در حمایتمون برای پیشرفت ادامه کاری انقلاب. انقلاب شکل خیابانی دارد و شکل اعتصاب دارد و شکل سر گورهای نازنین فرزندان ما دارد و همچنین در مغزها و همچنین در سوزاندن حجاب ها و همچنین در اخلاق رایج و همچنین در یک اراده‌ای که خودشو در این لحظه داره نشان میدهد. این انقلاب ادامه دارد، یادتون باشه. مطلب دیگه ای رو که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از بزرگان عرضم حضورتون که جامعه شناسی است، یکی از بزرگان جامعه شناسی و اون هم پیر بوردیو و پیر بوردیو در واقع که در سال عرضم حضورتون که 2002 درگذشت، دارای سرطان بود، در 72 سالگی سرطان یقه خیلی ها رو میگیره، باید همیشه دقت کرد، رفت پیش پزشک، آزمایش داد و همیشه برای آزمایش ها انسان ها نگران هم، ولی که به هر حال بهتره که تا یه حدود نگران باشید تا اینکه بخواید نبینید بعداً تبدیل به یک هیولا بشود، ولی به هر حال نگران نباشید به خاطری که کار پزشکی پیشرفت‌های بزرگی کرده و به این ترتیب هستش که هر چه زودتر این گونه بیماری ها شناسایی بشه به نفع انسان ها هستش که بیشتر بتوانند زندگی بکنند. البته امروز ما علم جدیدی نیز داریم، تکنولوژی های جدیدی نیز هست که با انتلیجنس ارتفیشیل و همچنین علم ژنتیک که بر اساس برخی نظریات این علم ژنتیک می تواند نشان بدهد که در چند سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد فلان فرد چه نوع بیماری هایی میتواند روش بدهد. خب در ضمن نگران کننده البته هستش، ولی به هر حال کار علمی دارن انجام میدن. ولی آنچه که مهمه اگر هم در واقع این دورنما رو میبیند که در 5 سال یا 10 سال بعد به فرض دارای یک سرطان بشود، خب حتما اقدام هایی هم در نظر میگیرن که چگونه این مسئله رو در واقع تحت کنترل قرار بدهند. ولی به هر حال دور نرویم، به وضعیت خودمون توجه بکنیم، از علم پزشکی استفاده بکنیم به امید اینکه هرچه بیشتر زندگی بکنیم. به هر حال پیر بوردیو 72 ساله بود که مرد و خوشبختانه برخی متفکرین هستن که زنده هستن. یه متفکر بزرگی مانند بوردیو خب همیشه آدم حس میکنه خب جوان بود، گرچه جوانان نبود، بلکه به هر حال میتوانست هنوز زنده باشه به خاطر اینکه ادگار موران فیلسوف و جامعه شناس معروف فرانسه چند سالش الان حدود 102 سالش است و آفرین و هنوزم نه اینکه وابسته از نظر راه رفتن، نه، هوشش سر جاش هستش، حرکتم خوب میکنه و بنابراین یک شانسی هستش که 102 ساله بتواند هنوز زنده باشد و بعد روپای خودش عمل بکنه. اگر شرایطی باشه که شدیداً فرد از هوشش در واقع دور شده باشه و وابستگی جسمی داشته باشه و این حرفا، خب زیاد جالب نیست،
ولی چنین شرایطی که هنوز سر پاش هستش به هر حال جالبه و من امیدوارم که ماها هم به همین ترتیب باشیم، شاید چه میدونم 120 سال زندگی بکنیم. البته شوخی دارم میکنم عزیزان، ولی به هر حال لذتی هست در زندگی کردن. زندگی خیلی خوبه، من زندگی رو خیلی دوست دارم عزیزان من، و شما هم بسیاری از شما هم به همین ترتیبه. دگرانی ها، گرفتاری ها همیشه وجود دارد، و ولیکن قدرت روحی و روانی انسان وقتی قوی باشه و انگیزه های قوی زندگی در خودش داشته باشد و همیشه نقش مثبتی در زندگی داشته باشد و خانواده و دوستان جالب و زیبایی در کنارش باشند و در یک فضای دموکراسی هم زندگی بکند، همه اینها در واقع به اون کمک خواهند کرد. پس بنابراین آنچه که مهم هستش زندگی رو دوست بداریم. به هر حال پیر بوردیو کسی بود که در زمان جوانتریش از افراد گوناگونی مانند ارزم حضورتون که شخصیت هایی مانند امیل دورکیم و ماکس وبر و همچنین ریمون آرون اینها و همچنین جورج گوریچ، خیلی اینها تاثیرگذار بودن و او رو ساختن در واقع. یک. دو اینکه کسان دیگه ای که همزمان با او بودن و نقش مثبتی روی اون گذاشتن به لحاظ حرفایی که خود پیر بوردیو میگه، از جمله جان پل سارت هستش و کلود لوی استراس هستش و همچنین فردیناند برودل هستش و بالاخره باید از کی، از در واقع فیلسوف موریس مروپونتی هم صحبت کرد که اینها تأثیرات گوناگونی در ذهن این فرد گذاشتن و رابطه دوستانه و همچنین محترمانی بین اینها بله وجود داشت. خب کسان دیگه ای که واقعا همپالیکی او بودن و روابط خیلی نزدیکتری داشتن، از جمله باید از میشل فوکو صحبت کرد و همچنین ژیل دولوز و ژاک بوورس، و اینها خیلی روابط خیلی نزدیکی با هم داشتن اینها. و اینکه خود در واقع بوردیو اومد و در به اصطلاح کالج دو فرانس به هر حال پست گرفت به اعتبار همراهی و تلاش‌های همین گونه انسان‌ها بود. خب یادمون باید باشه که کسان دیگه‌ای که مورد توجه بودن و او با آنها دیالوگ داشت، از جمله ژاک دریدا، فیلسوف معروف بود، و همچنین آندره میکل بود که، و همچنین کلوش، خاطرتون هست کلوش، اون کمیکی که در واقع در اون دوران حتی خود رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کرده بود. اینها انسان‌هایی بودن که دوروبر او بودن و کسانی هم که با او همکاری کردن یادمون به هر حال باید باشه ژان کلود پاسترون و همچنین بولتانسکی از جمله افرادی بودن که با او هم پیاله بودند و کار مشترک میکردند و غیر و غیره. بنابراین ویژگی او این هستش که از تمام این شاخهای فکری تأثیر میپذیره و در ضمن از مارکسیسم تأثیر گرفته، از استرکتورالیسم تأثیر گرفته، و اینها در واقع منجر به این میشه که خودش در واقع میشه گفت یک مکتب خاص خودش هست، پیر بوردیو، که البته بعضیا دیو به فرانسه یعنی خداست دیگه. خب پیر خدا، حالا یه واژه دیگه هم هستش که در فرانسه دیون، و برای یک بازی با کلمات بعضیا کردند و میکنن و به جایی که بگن پیر بوردیو بلکه میگوین پیر بوغ دیون، یعنی اون جنبه خدایی رو به شکل دیگری به هر حال معرفی میکنند. ولی اون چی که واقعا کارهای گوناگونی، البته من در یه دوره خیلی محدود در ارتباط با یکی از پروژه‌هایی که او داشت در ارتباط با یک اکیپی که به پا کرده بود با اونها همکاری محدودی داشتم، و اون هم در ارتباط با عرضم حضورتون که یکی از کتاب‌های معروف تحت عنوان لمیزر دو موند، یعنی
در واقع فقر جهان یا فلاکت جهانی یا جهان همچی چیزی هستش که دنیای اون زمان فرانسه رو به قول خودش دنیای خاکستری اون زمان که در واقع رنگ خاکستری داره و نه به اصطلاح آدم هایی هستن که به شدت فقیر و نابود شده هستن و نه انسان هایی که دارای به هر حال موقعیت اجتماعی و اقتصادی خیلی بالایی هستن. این قشها قشهایی هستش که اون بهشون میگفت اینها در یک دنیای در واقع خاکستری قرار دارند، چرا که اون یک کتاب قطوره و در این زمینه اکیپ های گوناگونی کار میکردن. خب حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه همیشه به هر حال این برنامه‌ی من در ذهن باید یه جنبه‌ای آموزشی هم داشته باشه. من به لحاظ شغلی که دارم دانشگاهی به هر حال نمیتوانم از خودم از واقعیت خودم جدا بشم و این مطلب رو فقط میخوام در این لحظه با شما مطرح کنم. در ارتباط با چی؟ در ارتباط با یکی از مفاهیمی که در واقع او یعنی به اصطلاح پیر بوردیو به اصطلاح تبیین کرده بود، به عنوان یک فکر، به عنوان یک مفهوم تبیین کرده بود و اون چیز و این در این چند جمله خلاصه می شود. ببینید، ببخشید واژه فرانسه رو میگم، به فارسیش هم میگم بلافاصله. یکی ما داریم کپیتال اکونومیک. کپیتال اکونومی یعنی سرمایه اقتصادی. خب اینو بسیار گفتند و میگویند و قبل از پیر بوردیو هم همیشه گفتند که واژه کپیتال اکونومیک یا سرمایه اقتصادی جنبه دارایی ها و ارزش های مادی و اقتصادی هستش که انسان به وجود بیاره. منتها سه واژه یا اصطلاح دیگری هست که به طور خیلی مهم بوردیو هست که در این زمینه تاثیرگذار بوده و تبیین کرده و این سه اصطلاح: یک، کپیتال سوسیال یعنی سرمایه اجتماعی، دو، کپیتال کلتورل یعنی سرمایه فرهنگی و سه، کپیتال سمبولیک یا سرمایه، حالا بگیم سمبولیک، اسطوره‌ای یا به هر حال نشانه ها، سمبول ها و این گونه مطالب. در ارتباط با کپیتال سمبولی یعنی ببخشید در ارتباط با سرمایه اجتماعی منظور او چیست؟ چرا میگوید سرمایه؟ برای اینکه بحث اونی هستش که علاوه برای اینکه خب در یک جامعه طبقات میتوانند وجود داشته باشند، هرچند که او یه مقدار فاصله یه از نگاه کارل مارکس، ولی به هر حال طبقه اقتصاد و غیر ذلک، ولی در این حال انسان ها داره یک سرمایه هستن که او بهش میگه سرمایه سوسیال. اینکه این انسان ها با چه گونه دنیایی، با چه گونه قشر ها و گروه بندی های ارتباط دارد، یعنی بافت اجتماعی که دور ور این گرفته چه انسان هایی هستن، چه رابطه هایی دارن، چه مناسبات اجتماعی با دیگران دارن، این دیگران چه کسانی هستن، این دیگران چه کسانی هستن؟ شما در زندگی شخصی خودتون با چه کسانی بیشتر ارتباط دارید؟ و بروید به فرض زندگی یک نونوا رو ببینید، بروید به زندگی یک رفتگری که در واقع داره زباله ها رو جمع میکنه ببینید، برید به طرف یک رئیس جمهور، برید به طرف یک مهندس، برید به طرف یک پزشک. هر کدوم از این افراد دارای یک مناسبات اجتماعی ویژه خاص خودشون هستن و اونهایی که دور این بابا هستند دارای قدرت، مناسبات و خود اونها به نوعی دارای شبکه‌های ویژه خاص خودشون هستند. پس بنابراین انسان‌ها در اجتماع که ما در این زندگی می‌کنیم، فقط شما به این که بگین با چه طبقی هست، در درمیش طبقی هست کافی نیست. جامعه شناسی و از جمله صحبتی که بوردیو میکنه، میگه این مناسبات رو ببینید،
با چه افرادی رفت آمد داره، با چه افرادی به اصطلاح مهمانی میره، با چه افرادی نشست و برخاست داره، که خود اون افراد در واقع خودشون با برای این انرژی و قدرت تولید میکنن. پس بنابراین برای افرادی که پس یه مقدار دارای مثلا پزشک هستن، خب بیشتر با دنیای پزشکا و این گونه رفقاشون، دوستاشون، نمیدونم همکارانشون، این تو این باها میگرده دیگه. ولی آیا به فرض افراد پایین دست جامعه هم میتونن تو مناسباتشون قرار بدن؟ ممکنه، ولی خیلی کم هست، ولی خیلی کم. یعنی اون گرایش های اصلی رو ما باید ببینیم که چه بافت اجتماعی به دور این بابا به وجود میاد. یک جنبه دیگه کاپیتال کلتورل، و اون این که این انسان ها در ضمن دارای چه سرمایه فرهنگی هستند. سرمایه فرهنگی به این معنا، شما درس خوندید؟ کجا درس خوندید؟ یک مدرسه کاملا ناشناس یا یک مدرسه جالب، یعنی معروف، یعنی دارای پرستیژ؟ شما دانشگاه رفتید، چه نوع دانشگاهی رفتید؟ دانشگاه آزاد رفتید یا دانشگاه به فرض بهترین دانشگاه در ایران به فرض شریف واقفی، یا در آمریکا، انگلستان، فرانسه، چه نوع دانشگاهی رفتید؟ اینها خودش یک بار فرهنگی داره. یا به فرض وقتی میگیم سرمایه فرهنگی، شما اهل موسیقی هستید، کدوم موسیقی؟ موسیقی به اصطلاح عامیانه یا موسیقی کلاسیک هستید؟ موسیقی کلاسیک فرق داره با موسیقی عامیانه. موسیقی عامیانه گوش میکنید، هیجانتون بالا میره، احساستون برانگیخته میشه، خوشتون میاد، بدتون میاد. ولی زمانی که میرید به موسیقی کلاسیک میخواد گوش کنید، اونجا یک دانایی، یک دانشی میخواد، یک آموزش میخواهد. شما به این ترتیب به راحتی نمیتوانید اون رو جذب کنید. بنابراین چه نوع موسیقی شما دوست دارید؟ به فرض چه میدونم، اگر به فرانسه مثلا نگاه بکنید، خب خیلی هم به عنوان نمونه مثلا افراد عامیانه جامعه، عامی جامعه، به فرض تینو روسی رو به فرض دوست دارن. خدا عزیزان نمیشناسن، ولی که به هر حال حالا مثلا در نظر بگیرید که چه میدونم سوسن خودمون رو مثلا خیلی دوست دارن. اینجا مثلا جانی هولیدر مثلا تو این قشای عامیانه خیلی دوست دارن اینا، یا به فرض عرضم حضورتون که به هر حال آدم های دیگه. زمانی هستش که نه، از این بیرون یاد کاتگوریش عوض میشه، یا حتی ممکنه به فرض کاملا جدا بشه، مثلا جاز باشه خیلی زاله. خب اینا جلوه هایی هستش که برای فهم اون نوع مناسبات فرهنگی که این افراد با خودشون در واقع در ارتباط هستن. تئاترید؟ کدوم تئاتر؟ تئاتر روحوزی، تئاتر بولوار، تئاتر در واقع بکت، تئاتر ارزم حضورتون که شکسپیر، کدوم یکی از این تئاترها؟ اینها بیان همون بار و وزنه سرمایه فرهنگی است. و به این خاطر واسه که در جامعه میتواند شما در یک شرایط اقتصادی بسیار پایینی باشید، ولی دارای یک سرمایه فرهنگی بالایی باشید. پس در خانواده ها به راحتی می شود، اگه چنانچه این هوشمندی وجود داشته باشه و خود پدر و مادر دارای سرمایه فرهنگی بالایی باشن، اینها هم می توانند انتقال بدن به بچه هاشون، انتقال بدن به دوستانشون، و به این ترتیب زمینه رشد سرمایه فرهنگی اونها رو نیز چی افزایش داد. بنابراین یک رابطه مکانیکی و تعیین کننده با جنبه اقتصادی هرگز ندارد. پس اینم ببینیم که در طی یک هفته ای که میگذرد، یک ماهی که میگذرد، بالاخره شما چه نوع فعالیت های فرهنگی دارید؟ رادیو کدوم رادیو رو گوش میکنید؟ تلویزیون کدوم تلویزیون رو گوش میکنید؟ صفحه روزنامه رو که باز میکنید، توجه اولتون به سمت کدوم مقالات میره؟
و به این ترتیب هستش که انسان ها میشه فهمید. علاقمند به فلسفه هستید؟ کتاب فلسفی میخونید؟ یا کتاب های اروتیک رو میخونید؟ حالا من نمیخوام قضاوت بکنم، ولی که اینها بار و ویژگی سرمایه فرنگی افراد رو معین میکنه. این دوتا مطلب خیلی خیلی مهمه در جامعه شناسی که ما نسبت جامعه خودمون میتوانیم داشته باشیم. یک مورد دیگه میمونه و خلاصه میکنم و پایان میدم، و اون هم سرمایه سمبولیک. سمبولیک یعنی سرمایه دارید، یه چیزی حستون هست که دارایی دارید، یه چیز با ارزشی دارید که این نه اقتصادیه، نه ارتباط الزاماً ممکنه مستقیماً حتی فرهنگی هم نباشه اینا، ولی بهش میگه سمبولیک. منظور چیست؟ منظور ارتباط شما با شخصیت ها و شبکه هایی که زندگی شما رو در اجتماع می توانند ارتقا بدهند، می توانند گره‌گشا باشند، می توانند درها رو باز بکنند، یا به لحاظ اینکه انسان های به فرض خوبی هستند، انسان هایی هستند که شما بهشون رجوع کردید و غیر و غیره. بنابراین در یک معنایی کسانی هستن که در واقع کپیتال سمبولیک، کسانی هستن که آدم های زیادی میشستن و اون آدم ها دارای نفوذ هستن. عزیزان من دارای نفوذ هستن و این انسانی که میخواد زندگی بکنه در ضمن احتیاج داره که با آدم هایی باشه که دارای نفوذ باشن. چجوری؟ خیلی ساده است. فردی میخواد بره در یک شرکتی استخدام بشه، یکی یکی رو میشناسه، میتونه سفارشش رو بکنه. به این معنا نفوذ، حالا به معنای هم مثبت هم منفیش. تمام باندهای موجود در ایران، این باندهای تبهکار راندخار، اینها همدیگه شبکه‌هایی هستن که برای همدیگه نفوذ تولید میکنن و با هم شبکه نوعی نفوذ مافیایی هستش. یک زمانی هم هستش که نه، به فرض بوردیو میخواست توی فلان دانشگاه، حالا ارزم حضورتون که در مسیر خودش یک باری داشت این رو تعریف میکرد اینا، حرکت بکنه اینا، به اصطلاح کسانی سفارش میکنن که این فرد شایسته ای هستش. البته میتواند دروغ هم باشه، ولی که این گونه چیزا در ذهن میتواند بیان واقعیت این انسان ها باشه. کالج دو فرانس حتما بر پایه، من میشناسم، بر پایه در واقع شناخت علمی، درجه علمی این فرد هستش، ولی در این حال کسانی که سفارش میکنند اونها هم نقش ایفا میکنند و این آنهایی که سفارش میکنند یعنی همین سرمایه سمبولیک. پس بنابراین پول نیست، نوعی نفوذی هستش که انسان ها دارن و شما به اعتبار اون نفوذ میتوانید برای زندگی خودتون ازش بهره ببرید و این در همه جا هست، فرانسه، ایران، دنیا و در تمام بخشای گوناگونم، از یک کارخانه ای که یک فرد کارگر با چه میدونم رئیس بخشش ارتباط داره میتونه این توش درش قرار داشته باشه، تا اینکه کسی که میخواد به فرض در یک شرکت بسیار عظیم بره و اونجا تبدیل بشه به یک منجر و یک رئیس یک پروژه بزرگ، تا اینکه در یک دانشگاه، تا اینکه در یک بیمارستان و غیر و غیره. پس بنابراین اینها در واقع چراغ‌هایی هستند، امکاناتی هستش که به ما اجازه میده که دقیق‌تر جامعه رو بررسی بکنیم. داده‌های جامعه این نیستش که فقط بگیم سرمایه داری، نه اینا نیست. جامعه شناسی روی این مدل‌های به اصطلاح ایدئولوژی حرکت نمی‌کنه، باید بره به درون. دوستان گرامی، به دنبال بحثایی که در بخش پیشین با شما مطرح کردم، به این نقطه رسیدم که به هر حال در عرصه علوم انسانی جامعه شناسی یکی از رشته‌های مادر هست و در این زمینه نکاتی رو مطرح کردم در ارتباط با
پیر بوردیو که اگر چنانچه دوستان ندانند یا او رو نمیشناسند، در اینجا عکس او رو به نمایش میگذارم با یکی از کتابهای او. و بنابراین این شخص که همونگونه که در پیش هم گفتم در سال 2002 در واقع فوت میکنه، و به این ترتیب برای اینکه خلاصه بکنم و در ذهن عزیزان باشه، سه نکته مهم رو پیر بوردیو مطرح میکنه: سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه سمبولیک. سرمایه اجتماعی اینکه شما در واقع با چه قشرهایی، چه خانواده‌هایی، چه افرادی در ارتباط هستید و این به قدرت شما در جامعه افزایش میده و شما رو قوی تر میکنه. دو، مسئله سرمایه فرهنگی که شما دارای چه دانشی هستید، آیا فرد با فرهنگی هستید، تئاتر شناس هستید، فیلم های خوب و با کیفیت رو میشناسید، نوع روزنامه هایی که میخوانید چی هستش، و برابری این شخصیت شما رو توضیح میده. و بالاخره اینکه سرمایه سمبولیک به این معنا که شما در واقع دارای چه شبکه های نفوذ در جامعه هستید. نفوذ در جامعه، کسانی که دارای اتوریته هستند و می توانند در پشتیبانی شما قرار بگیرن، و برابر این برای شما یک نفوذ میشه، حوزه عملکرد شما رو گسترش میده. افراد و جریان هایی که با شما در ارتباط هستن، آیا اونها کسانی هستن گم شده، کسانی هستن بسیار حاشیه‌ای در جامعه، کسانی هستن فرد هستن، تنها هستن، یا اینکه یک برحال وقتی نامشون رو میشنویم یا میشنوند میدونن که او یک سمبولی هست از یک قدرت، از یک تاریخ، از یک فرهنگ. برابر این کلیدی که پیر بوردیو مطرح میکنه این هستش که ببینید عزیزان، موقعیت خودتون رو تحلیل بکنید و میخواهید دیگران رو تحلیل بکنید، طبقه های گوناگون اجتماعی رو تحلیل بکنید، به این جنبه ها نیز توجه بکنید. فقط نگویید که به فرض یک فردی دارای مثلا ثروت هست، خب این که قابل به هر حال مشاهده هستش. بروید در اعضای زندگی فردیش و چه بسا خودتون، خودتون رو مورد تحلیل قرار بدید، دوستانتون رو مورد تحلیل قرار بدید که آیا خودتون و یا دوستانتون دارای سرمایه اجتماعی هستید، با چه گروه بندی های ارتباط دارین، با چه شخصیت های آمده و شد دارید، با چه کسانی میرین تو خانواده شون غذا میخورید، با هم سینما میرید، چه تیپ آدمایی هستند، و از سوی دیگه اینها رو روش باید عمل کرد که بشود در صحنه اجتماع موقعیت های انسان ها رو تقویت کردش. و یا اینکه سرمایه فرهنگی، شما اگر پیوسته در جستجویی هستید که به فرض معذرت میخوام، به فرض مثلا در دوران گذشته میگفتن فیلم های به فرض آبگوشتی یا فیلم های بسیار عامیانه، خب این شخصیت رو بالا نمی کشاند. کسی که دارای ادبیات هست، دارای تئاتر هست، عرضم حضورتون که هم حافظ و خیام رو میشناسه، هم شکسپیر رو میشناسه، هم بکت رو میشناسه، این یک بار دیگه ای داره. بنابراین شما با کسی که صحبت میکنید یک کلیدی در دست شما هست که این سه مورد رو، یعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه سمبولی، که او فرد رو در واقع مورد تحلیل قرار بده، و این برای شناختن ما در جامعه کاملا ضروری هستش و به این ترتیب هستش که جنبه های پیچیده تری از زندگی اجتماعی رو در خودش منعکس میکنه. همه انسان ها به این ترتیب هستن و جوانانی که ما امروز داریم، فرزندانمون، اینا دقت بکنید با چه کسانی آمده شد دارن، آیا به اصطلاح فعالیت های فرهنگی دارن یا ندارن. این مفاهیمی که پیر بوردیو مطرح میکنه برای فهمیدن این زندگی و برای ساختن این زندگی مهم هستش. بنابراین به دوستان، به خودتون، به دوستانتون و به فرزندانتون، به نسل های جدید، اون جایی که باید سفارش های خاصی رو بکنید بکنید، این خیلی مهمه. نظر بدهید چه نوع
ادبیاتی رو بخونن، چه نوع انسانهایی رو باش ارتباط داشته باشن. بله شما می توانید کاملا فرد انسان دوستی باشید در جهان و در جامعه ایران و هر جای دیگر، و نسبت به دردهای اجتماعی، نسبت به دردهای همه جوامع حساسیت داشته باشید، روش عمل بکنید، ولی در این حال دوربر خودتون بسازید. ببینید افرادی که با افراد بسیار بسیار نازل در جامعه هستند یا افراد بد نام در جامعه هستند، روی اونها هم تاثیر میذاره و دیگران هم این نشانی رو میگیرن که شما چه آدمی هستید. خب پس ما میتوانیم نسبت به موقعیت خودمون به این ترتیب عمل بکنیم. حال با توجه به این هستش که ببینید، عرضم حضورتون که خیلی مهم این نکته ای که میخوام خدمتون عرض بکنم، دانش کارش چیست؟ دانش، علم، فیزیک، شیمی، مکانیک، عرضم حضورتون که الکترونیک و پزشکی و غیر و غیره، دانش جهان من و شما رو نو می کند، مدرن می کند. دانش به جهان من و شما ابزارهای جدیدی بهش میده که انسانها بتوانند در واقع با رفاه بالاتر و به شکل مدرن‌تر زندگی بکنند. پس ویژگی دانش در چیست؟ دانش ابزاری برای زندگی باید باشه، ابزاری برای پیشرفت انسان و ترقی جامعه باید باشه. پس این در ارتباط با چی؟ با علم هستش. و هر جامعه‌ای که دانشگاه داره و علوم مختلف در اون دانشگاه به شکل سیستماتیک، آکادمیک و دقیق مورد به اصطلاح تدریس هستن، یکی از پایه‌های امروز و آینده اون جامعه و نخبگان در واقع دانشمندی که اون جامعه احتیاج داره رو خواهد داشت، و به این ترتیب یکی از پایگاه‌های لازم برای تحولات جامعه خود رو فراهم کرده است. یک. دو، در زمینه هنر، در زمینه هنر، هنر چیست؟ اگر گفتم که علم دانش مدرن میکنه و شرایط رفاه و ترقی رو فراهم میاره، هنر قادر یک زندگی دیگری، زندگی پارالل یا موازی و یا حتی یک واقعیت یا حقیقت دیگری رو بسازد. یعنی هنر یک نقاش، یک نویسنده، یک ارزم حضورتون که بازیگر، یک فیلم، کاری که میکنن در این زمینه در حال ساختن به اعتبار قدرت هنری و قدرت در واقع حافظه خودشون، عملا دنیای جدیدی رو برای شما تولید میکنن. این دنیا دنیای همیشگی شما نیست، دنیای موازی هستش که این دنیا میتواند در چارچوب یک رمان باشد، میتواند در چارچوب تخیلات یک نقاش باشد، میتواند در چارچوب یک فیلم بسیار بسیار قدرتمند و زیبا باشد. پس این چیزی که پدید آمده، خلق شده، یک دنیای جدیده و این رو به این اعتبار میتوان گفت یک واقعیت جدیدی هستش که بر واقعیت جهان ما افسوده شده. و در درون این دنیای هنر آنچه که کلید هست، ذهنیت آزاد انسان ها هست، ذهنیت آزاد انسان ها. یعنی به این فرد هنرمند شما باید اجازه بدهید که همه آزادی ها رو داشته باشد، که به اعتبار این آزادی که دارد اون میره در ذهن خودش، به ابتکار خودش، با قدرت خلاق خودش چیزی دیگری رو تولید میکنه که برای اولین بار در اختیار جامعه قرار خواهد گیره و شما میرید و لذت میبرید. وقتی که به عنوان نمونه یک تابلوی امپرسیونیست نگاه میکنید، خب برای شما یک پدیده
اگر ما نشناسیم خب ممکنه درک نکنیم، ولی که وقتی میریم نگاه میکنیم که چگونه به فرض امپرسیونیستا متد در نقاشی رو متحول میکنن، نگاه رو متحول میکنن و اساسا درک دیگری از نقاشی و ابژه ها یا به اصطلاح اون واقعیت هایی که دارن نقاشی میکنن به دست میدن. دنیای دیگری از همون سیستم نقاشی کلاسی که که همه میدانند و یا در مدرسه درس میدن دیگر نیست. خب این فرد در چنین حالتی تمام قدرت و هوش خود رو به کار میبره که نابترین زیباترین لحظه چی؟ لحظه ذهنی خودش رو، تخیل خود رو به واقعیت بکشاند. پس بنابراین هنر چیست؟ هنر قدرت ایجاد یک واقعیت جدید است و به ویژه هنر قدرت ایجاد یک دنیای موازی با آنچه که شما دارید هست، دنیای موازی. به فیلم های بسیار زیبا بروید نگاه بکنید. حالا اینجا در بین پرانتز میگویم که البته این فیلم جنبه تاریخی داره و جنبه در واقع سیاسی داره. فیلمی هستش که در فرانسه روی پرده سینما آمده، جاهای دیگه هم حتما هست. اگر فرصت کردید برید این فیلم رو نگاه بکنید، به نام اوپنهایمر، که اگر خاطرتون باشه اوپنهایمر همون دانشمندی بود که عملا به عنوان پدر بمب اتم معرفی شد و تمام داستان در ارتباط، البته جنبه های در واقع واقعی و تاریخی داره، و همچنین تمام جدال مکارتیزم در آمریکا که در واقع یک جریان ضد کمونیستی بود و همه هنرمندان برجسته رو عملا به زیر سلابی میکشید به خاطر اینکه میخواست نوعی تفتیش عقاید بپا بکند. چرا؟ در ارتباط با جنگ سردی که بین شوروی و آمریکا بود پس از جنگ جهانی دوم، و برای آمریکایی‌ها این بود که همه جا جاسوسای شوروی هستند و اون کسی که کمونیست است بناگزیر جاسوس است. ولی به هر حال این فیلم بسیار عمیق است، نگاه بکنید از نظر تاریخی و اینکه چگونه بمب ساخته شد، چگونه عملا بمب در زمانی ساخته می شود که حتی در ارتباط با انتخابی هم که صورت بگیره برای شکست ماشین جنگی ژاپن، عملا با همون بمب ها یا ابزار جنگی به اصطلاح که موجود بود این امر میسر بود، بلکه آمریکا میخواست در واقع عمل ببیند که و منفجر کردن این بمب در عمل چه خواهد شد، نتایج اون رو مورد مطالعه قرار بگیر. و بنابراین انسان‌های زیادی رو که داشت میرفت که بکشه برای زیاد اهمیتی نداشت. جنبه چی؟ جنبه به اصطلاح عملی و جنبه نتایج علمی این امر برای آمریکایی‌ها اهمیت داشت و به این ترتیب 120 هزار نفر و از سوی دیگر 80 هزار نفر در دو شهر هیروشیما و ناگازاکی عملا نابود شدن به دنبال این بمب. حالا بنابراین بحث من درباره چی بود؟ درباره دنیای هنر بود. یک، در ارتباط با علم. دو، در ارتباط با دنیای هنر و ادبیات به مفهوم گسترده خودش، که این دو هر دو به نفع انسان و پیشرفت انسان هست، پیشرفت هم جامعه مادی و هم جامعه در واقع که محصول تخیلات انسان ها هستش، زیرا انسان ها میخوان پرواز کنن، انسان ها میخوان چیز دیگری رو خلق بکنن. در کنار این دو یک جنبه دیگر هم در نظر بگیرید که در ارتباط با بحث ما هستش و اونی هستش که علوم در واقع اجتماعی. علوم اجتماعی که بگیم یعنی فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد و غیر و غیره. در این زمینه هم نفع علوم انسانی در چیست؟ اگر اولی میخواد پیشرفت بده جامعه رو مدرن بکنه، دومی میخواد یک دنیای
جدید موازی تولید بکنه، سومی یعنی علوم انسانی میخواد به انسانها کلیدهایی رو بده که دنیای خودشون رو بهتر بفهمن. پیچیدگی های مناسبات انسانها رو بهتر بفهمند و برای خودشون یک دورنمایی رو ترسیم بکنند. ببینید شما اگر فقط در دانش صرف باشید، به کامپیوتر، به ارزمون مکانیک، به هر گونه چیزهای دیگه، اگر فقط در اینجا باشید الزاما دارای دورنما نیستید. دورنمای شما در ذهن اون دورنمایی هستش که برای جامعه بشری چه تحولی و چه در واقع پیشرفتی رو سراغ دارید. خب به این خاطر هستش که ما یادمون باشه گفته شده که دانش بیروح میتواند تولید مرگ بکند. دانش بیروح، دانشی که روان ندارد، دانشی که روح و روان ندارد میتواند دانش کور برای کشتار باشد، برای نابودی باشد. پس خوب است که روی دانش شما سوار بکنید یک معنایی رو. این معنا چیست؟ این معنا برمیگرده به کیفیت اجتماعی جامعه شما. حالا کیفیت اجتماعی جامعه شما چیست؟ باید فهمید. پس بله، در این جامعه کسانی هستند که دانشمندن، دو کسانی هستند که هنرمندن و سه کسانی هستند که جامعه شناس، اقتصاددان، روانشناس، آنتروپولوژ، انسانشناس و غیر و غیر هستند. و این شاخه سوم هم به ما کمک میکنه که جامعه رو بیداری بهتر بفهمیم. مشاهدات گوناگون برای همه فراهم هستش، ولی کافی نیست لحظه ای برای تفکر، لحظه ای برای اندیشیدن و رفتن در پشت مناسبات همیشگی هست. در پشت مناسبات چه میگذرد؟ و این مستلزم چیست؟ مستلزم دقت، تحلیل، بررسی، آمارگیری، نظرخواهی، فرضیه سازی، هیپوتز سازی و تبدیل میشه به یک کتاب جامعه شناسی، تبدیل میشه به یک نظریه در زمینه انسان شناسی و غیر و غیره. و در این حال که در این زمینه چنین انباشت به اصطلاح شناخت انسان هست، در این حال انسان ها نیازمند یک دورنما هستند. دورنما، ما برای چی زندگی میکنیم؟ و در این زمینه، در زمینه علوم انسانی، یکی از رشته‌هایی که به خصوص به انسان‌ها کمک میکنه، حالا نه همه انسان‌ها، بلکه به انسان کمک میکنه که یک دورنمایی داشته باشه، برای خودش ارزش‌هایی رو تعریف بکنه، در این زمینه فلسفه است. جامعه شناسی میگوید چگونه جامعه داره حرکت میکنه، دردها، مشکلات، پیچیدگی ها، گسست ها، انقلاب ها چجوری هستش. روانشناسی در ارتباط با روان انسان ها، یأس و امید انسان ها و غیره غیره داره کار میکنه و برابر این شناخت رو تولید میکنند، هرچند که این شناخت ها شناخت های کامل کامل نیست، به خاطر اینکه جامعه انسانی بسیار پیچیده هستش و مرتبا در حال پویایی خودش هست، تغییر میکنه. پس بنابراین در بخش سوم این هستش که علوم انسانی، علوم انسانی در مجموعه خودش و از جمله فلسفه برای چی؟ برای اینکه ما چه جامعه ای رو میخواهیم. شما چه جامعه ای رو میخواهید؟ دلتون میخواد ایران پس از افتادن جمهوری اسلامی چه جامعه ای باشد؟ کدوم جامعه، جامعه ایدال شما هستش؟ جامعه اسلامی که امروز خوشبختانه بسیاری از ایرانیان به اینجا رسیدن که این جامعه جز خشونت و کشتار و عقب افتادگی چی دیگری نیست، مدل اسلامی ورشکسته شد. میخواهید کمونیسم باشد؟ کدوم کمونیسم؟ ماو، استالین؟ کدوم؟ میخواهید جامعه دموکرات و دموکراسی خواه باشد که خود این هم باز متنوع
نوع مدل ساختار دولتیش، نوع قوانینش، نوع مناسبات با کسی که در رأس قدرت هست، آیا یک رئیس جمهور، یک پادشاه بر پایه پارلمانتاریسم هست و غیر و غیره. ولی من و شما برای اینکه حس قوی برای زنده بودن از نظر اجتماعی، برای اینکه حس مثبتی داشته باشیم، نیازمند چی هستیم؟ نیازمند دورنما. فردی که سرش رو در زیر ماسه میکنه، فردی که فقط به لحظه اش فکر میکنه، نمیتواند دارای دورنمایی باشد و بنابراین نمیشه پروژه ساخت. نمیشه باید گفت از اینجا میریم برای مسافرت و از این طریق و اون طریق رد میشویم. جامعه دورنما میخواهد و بنابراین نخبگان سیاسی باید چنین دورنمایی رو بدهند. منتها نخبگان سیاسی همه فرهیخته نیستند. افراد جانی و تبهکار هم هستند. ولی شما و من چه چیزی رو میپسندیم؟ آن نخبگانی رو میپسندیم که دارای شناخت دانش هستند، دارای ارزش های مانند اومانیست هستند، مانند آزادی انسان ها هستند، دارای افرادی هستند، زن و مرد، که دارای شعور هستند، گفتمان فلسفی رو میفهمند، گفتمان اقتصاد رو میفهمند و دور هستند از خرافه گرایی های مانند جمهوری اسلامی، انسان های با شخصیت. کسی که دهن باز می کند، شما دقت بکنید، با همون طرز نشستن، با طرز نگاه و اولین کلمه و جمله‌ای که از دهان او بیرون می آید، تون صدای او و نوع کلمات و اون نکته ای رو که داره مطرح می کنه، بلافاصله تمام شخصیت او رو عریان می کند. اوریان میکند بلافاصله. کسانی که شناخت علمی جامعه شناختی دارن، حتی با نگاه به چهره انسانها، نوع منششون، نوع لباس پوشیدنشون، بلافاصله میتوانن به شکل بسیار گسترده‌ای از شخصیت اون فرد مطلع بشن. پس بنابراین من و شما در ضمن نیازمند این هستیم که دارای فرهیختگانی باشیم، دارای رهبرانی باشیم، دارای الیتی برای گرداندن جامعه باشیم که اون جامعه بتواند دارای امیدها به سوی یک دورنمای خوب، مثبت، بزرگ باشد. شما نگاه بکنید رهبران به فرض افغانستان چه آدم های گندی هستند. اینها انسان ها رو میکشند. یعنی در وقتی که شما به این افراد نگاه میکنید، یا وقتی که شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی تمام این عناصری که در رأس گذاشته، لیاقت اینها کجاست، شعور اینها کجاست، لباس پوشیدن اینها در واقع متعلق به حجازه، حرفشون متعلق به حجازه، لات هستند، مداح هستند، کوچکترین واژگان علمی از دهان اونها بیرون نمی آید، عقده های جنسی دارند، اهل لوات هستند، اهل قلمان هستند، مدافعین خمینی هستند با اون لذت‌جویی نسبت به بچه ها، و بنابراین عمق این جنایتکار رو به این ترتیب اونها هم میشناسن، ولی همه ساکتن، زیرا برخی از اونها چنین هوسهایی دارن، چنین کارهایی رو دارن. ببینید بنابراین اینها یک مشت لجن هستن، لجن. پس بنابراین من و شما وقتی رهبرانی میخواییم، رهبرانی با ارزش‌های مدرن، که حرف اولی که داره مطرح میکنه به دل شما میرشیند و به شما احساس غرور و سربلندی میده که ما دارای برها نمایندگانی هستیم که جزو بهترین نمایندگان این جهان کنونی هستند، بلدن حرف بزنند، مؤدب باشند،
دارای دانش هستند. پس به این ترتیب این آدم ها از کجا می آیند بیرون عزیز من؟ از کجا می آیند بیرون؟ ببینید دانشمند، همه دو دانشمند ما داریم، کسانی که در کار تکنیک قوی هستند ولی می توانند در خدمت فاشیست قرار بگیرند، در خدمت خامنه‌ای قرار بگیرند و همینطور می توانند در کنار مردمان باشند و مانند برتران راسل باشند. هنرمندان، بسیاری از هنرمندان درد مردمی دارند، در ارتباط با جامعه ما. زیبا هستند، بزرگ هستند، ولی هستند در واقع هنرمندان لاشه‌ای که در خدمت استبدادند، در خدمت خامنه‌ای هستند. می‌بینید وقتی که خامنه‌ای جلسه شعر می‌ذارد، مشت مزدور رو میاره در درون اون سالن خودش، بهبه و چهچه می‌کنن، به عنوان در واقع یک همون مدل‌های سلطان‌های گذشته رو داره تکرار می‌کنه که در واقع تمایلات نارسیسیک و دینی خودش رو چیکار بکنه، آبیاری بکنه. اینها هنرمند نیست، هنرمند آزاده. هنرمند کسی هستش که نسبت به هر مستبدی قلم خودشو در میاره، هنر خودشو به کار میبره. خب بنابراین هنرمندان به این ترتیب گرایش‌های گوناگون دارن. حالا اونهایی که میخوان فرماندهی یک جامعه رو داشته باشن، مدیریت یک جامعه رو داشته باشن، اونها از کجا میآیند بیرون؟ از دل علوم انسانی میآیند بیرون. از دل علوم انسانی چه نوع تربیتی، در چه خانواده مسلمه، در چه فرهنگی و چه رشته هایی رو. و بنابراین اینها کسانی هستند که هم قدرت علوم سیاسی دارن، هم قدرت علوم اجتماعی رو دارن و هم درک مربوط به چی؟ مربوط به ارزش های بزرگ انسانی مانند اومانیسم، مانند آزادی و غیر و غیره دارن و در ضمن دورنما رو می سازن. دورنما، یک جامعه بدون دورنما کوره و یک جامعه با دورنما به چی بستگی داره؟ به کیفیت نخبگان اون جامعه، نخبگان در واقع دینی، نخبگان نظامی، نخبگان جانی. همین ها در واقع اینها کسانی هستند که بر زیان جامعه عمل میکنن و دشمن جامعه هستند. به این ترتیب در اینجا بحث خودم رو به پایان میرسونم و اون این که یادمون باشه عزیزان من، در جامعه ما باید انسان‌هایی باشیم که دارای در واقع آرزوهای بلند انسانی هستیم و به خصوص ما، کشور ما با تاریخ بزرگش، با تاریخ بسیار پرتلاطمش در زم، ما کشور ما مستحق چی؟ یک جایگاه بلندی در این جهان هستش. میهن خودمون رو ما پیوسته دوست داریم، از شوونیزم پیوسته در واقع حذر می‌کنیم، ولی در این حال در عین دوست داشتن هیومانیسم و انسانگرایی به آزادی انسانها و آشتی بین انسان و طبیعت همیشه و همیشه فکر میکنیم و برای این امر تلاش میکنیم. سپاس از شما.